آیا تا حالا در مورد بکروم ها شنیدید یا همون اتاقهای پشتی؟ قطعا بله، اما آیا میدونید واقعا چیه؟ امروز میخوام از داستانم براتون بگم، داستانی که من رو به وحشت انداخت. پس با من همراه باشید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. البته بهتون بگم این داستان من نیست و داستان یه مرد خارجه. بکروم‌ها واقعی نیستن، افسانه‌ای که در دنیا معروف شد. بازی‌ها، ویدیوها و داستان‌ها در این بکروم‌ها ایجاد شدن. بکروم‌ها مکان‌ها یا غیر مکان‌هایی هستن که از مفاهیم سنتی زمان و مکان فراتر میرن. راهروهای بی‌پایان، اتاق‌های تکرار شونده یکسان و نبود پنجره کسانی رو که به اونجا میرسن رو در شرایط بیگانگی کامل قوطه بر می‌کنه، به گونه‌ای که باعث میشه آگاهی از فضای اطراف و مهمتر از همه منطق کلاسیک گذر زمان رو از دست بدن. قبل از ادامه میخوام به شما بگم که این بکروم‌ها معمولاً بازسازی ذهن ما هستن و بنابراین در واقعیت وجود ندارن، حداقل این چیزی که ما تصور میکنیم. امروز میخوام به شما بگم که چطور در اون بودم. حتما میدونی که بخش خوبی از مردم میتونن این سفر وحشتناک تجربه کنن. این در مورد اون دست از افراد استرسیه که به سختی میخوابن و به خصوص کسانی که از پارافوبیا رنج میبرن. این ترس بیش از حد بی نهایته که میتونه باعث حملات پنیک بشه. اگه به عنوان مثال به زندگی ابدی فکر کنید، این ترس اغلب به تاناتوفوبیا یا ترس از مردن مربوط میشه. من در 30 سالگی مردی با شخصیت ضعیفی بودم و به همین دلیل بود که دچار حملات استرابی و وحشت زدگی شدم. از بی نهایت میترسیدم، از تکرار بی وقفه وقایع، از مرگ. من اخیراً ازدواج کردم و یه پسر 5 ماهه داشتم که بکروم‌ها رو تجربه کردم. یه شب بارونی بود. باد شدیدی از بیرون وزید و به شیشه‌ها کوبید. بعد از یه روز طولانی در محل کار نتونستم بخوابم. در واقع من گاهی از بیخوابی رنج می‌برم. در یه لحظه از نیمه خوابم صدای گریه تون و شدیدی رو شنیدم که به من نزدیک شد. من از خواب بیدار شدم. پسرم بود که گریه می‌کرد. عرق شرده از جام بلند شدم و بچه رو آروم کردم. بعد تصمیم گرفتم برم توی آشپزخونه چیزی بخورم. وقتی ناگهان توی زمین فرو رفتم، در مکانی نامعلوم افتادم. نه گرم بود و نه سرد. من داخل یه اتاق خیلی بزرگ بودم که در اون راهروهای تاریک مختلف و بلاک‌های دیوارهای زررنگ باز می‌شدن. نور سفید بزرگی روی سقف وجود داشت که صدای زمزمه‌ای دائمی ایجاد می‌کرد. بو خفه کننده بود. سکوت حاکم شد. از جایی که افتاده بودم به بالا نگاه کردم. باز نبود. یه سقف بسته بود. شروع کردم به دور زدن و کمک خواستن. خیلی زود متوجه شدم که این 1000 توه از همون راهرو و اتاقها با همون چراغ و همون دیوارهاست. چراغ قوه پیدا کردم که اطرافش خون بود. کار کرد. برای قسمت‌های تاریک‌تر به اون نیاز داشتم. برای مدتی متعجب بودم که از طریق راهروهای بی‌نهایت به نظرم بی‌نهایت می‌رسید. این بزرگترین ترس من بود و در اون زمان داشتم اون رو تجربه می‌کردم. احساس می‌کردم وحشت در وجودم بیشتر و بیشتر میشه. نردبان‌هایی بود که به راهروهای تاریک منتهی می‌شد. گذرگاه‌هایی که مدام مرا گیج می‌کردند. بالاخره یه در پیدا کردم. نوشته بود خروج. رفتم داخل. خودم رو توی پارکینگ دیدم. جو تاریک بود. نه صدایی بود، نه ماشینی. مدت زیادی در اطراف قدم زدم. فراز و نشیب‌های وجود داشت که به اون اجازه میداد طبقات متفاوتی داشته باشه. اما دقیقاً مشابه بقیه است. دیگه نمیتونستم بگم دارم پایین میرم یا بالا میرم. انگار فضای اطرافم مدام در حال تغییر بود. ناگهان چهره‌ای رو دیدم که به سمتم دوید. خیلی سریع بود و وقتی به من رسید، منو هل داد و درد خیلی شدیدی در تمام بدنم ایجاد کرد. تا جایی که میتونستم فرار کردم، تا اینکه هیچ کس دیگه‌ای رو ندیدم. بعدش یه تنها پیدا کردم و بعد از مدت زمان بی نهایت یه در پیدا کردم. خودم رو پایین آوردم و دری رو پیدا کردم که به در خروجی منتهی می شد. من خودم رو در یه راهروی خیلی طولانی پیدا کردم. در سراسر سمت چپ لوله های وجود داشت. هوا سرد بود، تاریک بود، چیزی نمی دیدم. جلوتر رفتم. راهرو هرگز تموم نمی شد. همه چیز همون بود و احساس من از راه رفتن در همون نقطه بود. پیاده روی بی پایان و نرسیدن به جایی تجربه وحشتناکه. در یه لحظه یه فریاد خیلی بلند شنیدم. یه فریاد خیلی بد. نگاه کردم و در مقابلم در تاریکی موجودی هیولا شکل رو دیدم که به سمتم میاد.
شروع کردم به دویدن با سرعتی که میتونستم. صدای فریادها رو میشنیدم که ادامه پیدا میکرد و نزدیک و نزدیکتر میشد. فریادهای خیلی وحشتناک. بعدش توی یه نقطه من دیگه چیزی نشنیدم. احتمالا رفته بود. آهسته ادامه دادم تا اینکه در خروجی رو پیدا کردم. خودم رو در یه راهروی بزرگ و تاریک دیدم. خیلی خیلی بزرگ بود. از دور میتونستم یه پلکان ماهپیچ رو ببینم که به سمت بالا میره. به سمت بالا تا بی نهایت. شروع کردم به بالا رفتن از پلکان ماهپیچ. شکافهایی وجود داشت که به من امکان میداد بیرون رو مشاهده کنم. میتونستم هوا رو حس کنم. باد یخی که به شدت میوزید، اما حسش از احساس خفگی خیلی بهتر بود. جو غم‌انگیز بود. فقط ابرهای اطرافم رو میدیدم. انگار در وسط ناکجاآباد بالای کوه بودم. برای مدت بیپایان از پله‌های مارپیچ بالا رفتم. نمیدونم چقدر طول کشید، اما انگار دارم به سمت بی‌نهایت بالا میرم. بالاخره به اوج رسیدم. در اطراف خود ابرهای سیاهی رو دیدم که در حال ظهور بودن. هوای سردی که وارد بدنم شد رو حس کردم. راه افتادم تا به لبه پرتگاه ساختمونی که در اون بودم رسیدم. چیزی نمیدیدم. نمیدونستم کجام. نمیدونستم کجا برم. همونجا وایستادم و به کابوسی که در اون روز پیدا کرده بودم نگاه کردم. بدون اینکه بهش فکر کنم خودم انداختم پایین. من برای مدت طولانی به بی نهایت سقوط کردم. بعد خودم رو در گوشه از اتاق خوابم دیدم. من توی خونم بودم. بچه من خوب بود. همه چی مثل قبل بود. من خیلی به اتفاقی که در اون شب برام افتاده بود فکر کردم. نمیتونم توضیح بدم که آیا واقعا فلج شبانه بود یا نه. واقعی بود. الان شایعاتی در سرتاسر جهان وجود داره که بخشروم‌ها یا همون اتاق‌های پشتی واقعا وجود دارن و بخشی از جایگزین دنیای ما هستن. بخشی از جهان که ما اون رو نمیشناسیم، اما برای دسترسی و کنترل دنیای ما ایجاد شده. شایعات وجود داره که میگه اونا میگن که گاهی اوقات برگشتی از بخشروم‌ها از بی‌نهایت وجود نداره. تصور کنید که زندگی در دنیای بی نهایت برای تمام عمر چطور باید باشه. واقعا وحشتناکه. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.